بابا این ساحل به این زیبایی این باید مثل آینه بدرخشه، اینجا باید تمیز باشه، این کثافت هایی که همه جا ریخته شده این چیه؟ این نشانه چیه؟ نشانه عقب افتادگی. قوطی از آشغال هم که ریخته رو ساحل. آشغال زدایی نمی کنیم، آشغال زدایی می کنیم، باید یاد نگیریم آشغال زدایی. کنار گاینده رو این همه سبزه، چمن، ملت بیان میشن سفره فهم میکنن، غذا میخورن، کباب میپزن، یه ذره این تحصیگار نمیذارن باشه، جمع میکنن میبرن آشغالشونه، نمیگن که این وزیفه ایست پولاس بیان بیان آشغال زدائی بخونن. گفت بزن میکنم، یا این وزیفه من اصلا ما انسان ها چه اینقدر کسی این چی ها خونه؟ که قمت چه اینجا؟ اینجا باید یه ساحل تمیز، عالی، خوب، همینطور میخواد در تمیز کنی، این چی ها؟ این دریا مثل اتاق شده، نباید این آشغال که بگیدی که این اتاق چیه؟ مردم واقعا آگاه کنن به اینکه بابا آشغالی کنی نبیدی این جاده ها تو برو ببین این بر اون بر همش پر از کثافته، جنگل زیبا برو ببین همش کثافت، دم دریا برو همش کثافت. حالا این فیلم کجا میره؟ میره تو تلویزیون، میره تو سینما، میره همه جای دنیا پخش میشه، فهمیدی؟ تو میشه یه آرتیست مهم. قیافه ما خیلی ببین عزیزم بگو the نه زبون تو بذار اینجا the بگو father the ببین اگه بخوای تلفظ انگلیسیت خیلی خوب بشه باید بتونی صدا رو در بیاری، مثلا باید بتونی بگی مثلا I think نه I think 1 2 3 یعنی درخت 3 خب آها آفری اینم مثل همونه، زبون تو بذار اینجا ببین the بگو mother آفری mother. راستی مادرت نروژ زندگی میکنه نه؟ بله شما از کجا میدونی؟ تو روزنامه خوندم نهال نهاوندی، شنیدم توی مسابقه ریاضی خیلی 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 سخت شرکت کرده، یه مسئله ریاضی خیلی مشکل رو حل کرده، بهش بورسیه دکترا دادن رفته خارج، رفته نروژ. آره راسته؟ معلومه که راسته، مامان من مخ ریاضیاته. پس شما چرا اینجا؟ خب مام رفتیم ولی برگشتیم، یه 3-4 ماهی اونجا بودیم تو دمای 30 درجه زیر صفر. وای به خاطر سرما برگشتین؟ آره نه خب بابا اونجا رو دوست نداشت، منم مرض ارتفاع زدگی دارم، یعنی تو جاهای پر ارتفاع نمیتونم باشم، اونجا کم بوده اکسیژن هست، من یا سرم گیج میره بعد یا اصلا حتی بعضی اوقات بیهوش میشم. بابا منو برداشت آوردن اونجا. دکتر هم رفتی؟ آه این چه وقت قیافه‌ایه؟ واسه ما جلو نیا، جلو نیا. چه صافت زدم به خودم، جلو نیا، بلا سر آمد من خاک محسن. یه چی رفتم عکس بگیرم؟ ببخشید سلام من اصلا نتونستم با شما خیلی بهتون از چی کار کرد؟ سلام کن روزه من رو آفرین آفرین رو بعدم عکس از خوشید و عرب بگیرم توی این ابرها و این لجنه افتاده بود، نمیدونی چه عکس خوشگلی شده بود، من خاک محسن پاملیس ان تو دهنم رفت. پاملیس خود خیلی معذرت، خیلی ببخشید خانم. آقا واسه خانم شما چرا بگید دست خانم معلم بگید خیلی معذرت میخوام. تو چرا رفتی عکاسی؟ من یه نشری رادیو گفته هوا آلود است پیر مرد نرم بیرون، تو هم با این میگیره مرد سوخته یخ کرده همه جای یخ، چشام کثافت تو چشامه، خاک بر سرم. یک بزن من خودم وای بعد شد اصلا اولین بار شما یه دقیقه پسر گل همیزه بده من برم جای شما. یه دوش یه راست بابا یه دقیقه من اینجا بابا یه گرم بشم شاور میزه شیفت نه شاور اینجا رو نگاه کن بابا شاور نه شاور دوش نمیدونی چه عکسی بود شاور 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 بودو بیایی شیر آبه داقا باز کن بودو من کسی به کسی خیلی خوب کسی من که شیر آبه داقا باز کن شاور
نانم الو آقای ما رفتیم شهر کتاب سیدی و کارت انگلیسی بخریم خب میشه پاکیزگی و نظم با فنشوی شاید آقا اینو من میخوامش جارو زدن هنگامی که جهان بیرونتان را پاک میسازید در درونتان نیز دیگرگونی های پدید می آید زشتی و کثافت ابژکتیو یعنی عینی به زشتی و کثافت سوبژکتیو یعنی ذهنی تبدیل می شود. وقتی خود را از شر کثافت و انباشتگی برهانید حتی کمتر بیمار می شوید. حفظ انباشتگی می تواند احساس خستگی و رخوت پدید آورد. ساعت لاشخور هست، همه چه تمیز داره آینه شکسته؟ تو خونه ای من؟ خدافظ سلام بابا سلام عزیزم بابا، آفرمونو جلو خانم معلم بردیا هیچ چیز رو یخشان نبود آفرینی چه کار خوبی کردی خرید کردی؟ دستت درد نکنه؟ بده من اینا رو خب منی که میبینی دیگه بابا چه سلیقه‌ای خبرش رو داشت پس خونه رو انقدر تمیز کردی؟ پس خونه نفس خونه هست باید تمیز باشه پاکیزه باشه بلا مریض میشی خب تعریف کن ببینم چیکار کردی؟ هیچی رفتیم اونجا یه سری چیزا خریدیم سری کارت های آموزشیه I will learn میخوام یاد بگیرم You will learn تو میخوای یاد بگیری We will learn این چی اینجا ریختی؟ من همین الان جایی تمیز کردم شما بچه اینجا ریختی اینجا رو؟ و چی یادت دادی خانم معلم بهت؟ ها؟ Always be clean بابا بابا کجایی؟ اونجایی؟ برو بیرون برو بیرون برو آه بابا، اه، بابا این اسکوتر رو بره نه، تو ناخودآگاه من تو آشفتگیه ناخودآگاه من چیه؟ بابا این یو یو آخه اسب بازی داره بچه گیه بده نکن بابا این رادیو، این رادیو با حضور گید نمیخواد بابا شما رو با حضور باشه با نگاه کن این خرابه، این چیه، این چیه اینا، بیا، بندشو، بیا خواهر هستی بریم، نمیخواهر اینا چیه؟ آه، بنده اجداد والا تبار ما اجداد فهم بچه این شاه و شنل و شمشیر دارن؟ هزار تا از این عکس داره این
نمیشنوم بوق ماشینا گوش منو کر کردن نمیفهمم زباله ها بوق منو خور کرده. خب رودهای مهم چین رو نام ببر. هوانگو هوانگو یانگتسه یانگتسه چی؟ اصلا میدونی چیه؟ من از این درس جغرافی بدم میاد. چرا؟ جغرافی خیلی درس خوبیه، خیلی لازمه. ببین این زمینی که ما روش زندگی میکنیم به ما پناه داده، مثل مادر، مثل خونه ماست. ما باید خونمون رو بشناسیم. ما باید راستی خونتون خیلی تمیز شده، کارگر داشتیم؟ نه خودمون باهم تمیزش کردیم. راستی کتابی که شما جا گذاشته بودین خونمون چی بود؟ فانکشوه؟ آره اونو بابام خوند، از این رو به اون رو شد. پس همشو خوند؟ آره تازه چند تا کتاب جدیدم خریده بود اونا رو هم خوند. هی چیزی میگه، میگه چی؟ انباشتگی ذهنی، انباشتگی شیمیایی، انباشتگی. آره خیلی عالی شده. فقط کاش یک کمی هم روی چیدمان خونه کار میکردیم. تو فانکشوی به انرژی مثبت میگن چی؟ چی؟ چی دقیقا. و انرژی همش باید در حال حرکت باشه. ببین جایی که بی‌نظمی و انباشتگی و اینا هست اون وقت انرژی متوقف میشه، تبدیل میشه به انرژی منفی، یعنی شا. مثلا اینا، اینا چیه؟ اینا تزیینیه. خب اینا خیلی بده، مثلا همون گیاهی که اونجا هست اونو نگاش کن، اون مثلا سمبل مرگه. الان 100 سالی که هیچکس به اون نرسیده، اون چیه اونجا؟ خب میخوایم بذاریمش بیرون. مثلا الان این اینجا، این خیلی بده. چرا؟ به خاطر اینکه این راه انرژی رو بسته، اینجا مرکز خونه است، اینجا مهمترین جای خونه است. اون وقت این اومده راه انرژی رو بسته، اینجا فضا رو مسدود کرده، نمیذاره انرژی قشنگ جریان پیدا کنه. یا اصلا همون جایی که تو روش نشستی، اون جلو حیات رو گرفته، جلو زندگی رو گرفته. مثلا اونو با این میزه عوض کنین که وقتی غذا میخورین از این نور رو، از این قشنگی بیرون استفاده کنی. خب و یه فکر میکنین جوش بده، میخواین عوضش کنین. بابات ناراحت نمیشه؟ نه فکر نکنم. یه دونه بسته دیگه، چند تا این مثلا این چیه؟ این شکسته که با این بازی میکنه. الان که دیگه بزرگ شدی بازی نمی کنی؟ نه برداری این کار میکنی یا باتریش تمام شده؟ اگه فکر میکنی باتریش تمام شده میتونیم درستش کنیم، نگهش بکنیم. باشه پس تعمیرش میکنیم. ببین تو فاکشوی میگن همه چیزای غیر ضروری رو باید بندازیم. نه آره گلدی میشن بندازیم. راست که دیگه واقعا خیلی خوشگله. اگه بخوای همه چیزایی که فکر میکنی خوشگله جمع کنی بیاری تو خونه که نمیشه. این چیه مثلا؟ این قاشق چنگال دیو بوده. خودش شکسته. خب اینا چقدر عکس دارین تو این خونه؟ نور بابا رو گرفته. باشه انقدر تعدادش زیاده که مثلا عکس‌ها رو نمی‌بینی. به شهسوار عرب
مرتضی علی سلام. اگه رویت گر فتد کسافت یه کیسه های سلام صاحبش اومد، صاحبش به گوشه خوش اومدی، یاده همه لطفا سلام ببخشی من دستا کسی به مذرم میخواهم آخ چه خاله خوشگلی داری این خاله ببینم شما مگه چه بازی اینطوری دوست داری دوست داری از پنسیلوانیا آوردم پی اچ دی این کارو داره قربونت برم سه چهار تا دانشجو هم چی تدریس میکنه به 7 8 10 زبونه مرده و زشته دارم میگم اینجا جلو این نوره بیا واسه جونم بیا جدا واسه کجا بیا اینجا بیا جلو 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 آها واسه آها خب یکی شما اینجا اگه میشه بیا آره اینجا بیا اینجا آی مرشد بیا جلو ابروات اگه میشه اینطوری اینطوری کن ابروات خوبه. اگه بشین این کبادر رو که دسته. چه زانو بزنیم بگیریم با هم دیگه دو تا اینو بگیریم بفهم. یه حالت قرینه بشین. کنار هم دیگه. زانو بزن زانو بزن زانو بزن شما. عقب تر به هم بچسب نزدیک نزدیک نزدیک. نزدیک تر. بگو دیگه. ببینی 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 ببینی. آها خوبه. آره آره خاله تو خوشگل خاله تو من تو من اون خاله تو. خب اینو بگیرش پس آشغال گند زده کثافت اینو تمام کن که موسیقی آب پر کاخه میداشه یا یخچال دیگه این چیه؟ بح نجیب چیزیه چه قشنگی؟ حامد جان بله اینا رو بفرستم برن دیگه نمیخوای عکس بگیری؟ وقت نذاشتی اینجا تمیز کنی از سر پله تا تای پله آشغال 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 بعد ما اومده سلامتی دو سه روز رقی خانم نیومد یه هفته هم نیومد درسی دخترشه رقی خانم نیومد تو عقل و شعور نداری جلو همین مشتری ها خجالت نمیکشی تو اونت برم کو مشتری بعد از عمری اینو پاشا دارم بیاد این چیه چرا من پرداخت نکردی من حامد مثل که یادت رفته پول نداریم نکبت که همه جا بگیره همه چی میشه کسا حامد حامد ببین شهرداری یه دونه مسابقه گذاشته واسه عکاسی اسمش هم شهر زیباست میری از زیبایی های شهر عکس بگیری 20 میلیون هم جایزه شه پسر تو هم که قبلا برنده شدی تو مسابقه بیا شرکت کن جان من تمام مشکلات حل ها جان من ببری برو از این اتاق برو اتاق امضا کن میدم قار 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 برو این برای شهر قار 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 برو این بچه ببین بابایی من رفتم خوابیدم من و خانم و معلم چیزی ما نخونم بس کردیم امیدوارم چه انرژی مثبتی راست میگن و
ولی جوجه کبابی رو میخوام امروز بهت بدم که در تمام عمرت نخواهی خورد. دایی جان این کوبیده من که میبینی کوبیده لقمه گوسفندیه. ای 30% گوساله. مزه زیر انوت میمونه. حالا خوردم. ای بابا یعنی ما تا به حال همش گوساله ای خوردیم. حالا دایی جون اون سینی رو بعدو بیار با نون. جواب بگیر. بعدو بیا سینی رو من قور نزنم بچه. این سابقه دارتون در خوردن غذا این قهرگاه خلب ذهن. بیا دایی هر دا این دو تره بیار بینه ایزی بدم بخوری تو هم به نخورده باشی دایی بابا جوجه های واسه کرد بیا گوشتوب دو تونیم مهلا مهلا جوجه های واسه کرد جوجه ها رو مهلا خوردی کنم هیچ جوجه ها نمونه جوجه ها رتون بخورید جوجه خوری به ما نداری همینا بیا محمد جون چه زدم کباب سلام چطور حال شما خوبه خوبی شما خوبی من یه دونه عکس میتونم از این بگیرم اجازه هست ببخشید تو رو خدا این خوب تصویر خوشگلیه نه بفهم تو بیرون بده نه فداتون شم بفرمایید این شکمت اگه میشه من یه عکس ازش بگیرم یه خود عقب بری این شکمت پره این آشغال ماشغالایی که هستن ریختی اینجا یعنی چی حالا خب من تو سفره ما چیکار کنم چون میدونی چرا میگم صد آشغال هست چیزی نیست شما چه آدمی هستی مگر شما کارنشینی ناندرتال صد آشغال اینجا آشغال بخواهی بخواهی خیلی پاکیزهی برای خواهدتون درست کنید نام دلتن آقا شما برای خواهد کنید بچه آشغال اینجاست تو این آشغال اونجاست من بیا تو سفرت بیدم خوبه ها برو دیگه اصلا اکبر آقا اون راست میگفت بابا گفتی راست میگفت بسته دیگه من اصلا میگفت بیرون میگفت نه اینکه بابا میگفت اصلا اصلا اکبر این گفت نان چی چی دار اصلا ما با کلاس حرف میزنه آره در پشت کوه اومد گفتی چی میگفتی اینا برگردم من تو یه خونه ریختم میشه جان گفت من ببخشید من معذرت خواهی میکنم من غلط کردم نه اینکه بیایی تو من معذرت عصبانی شدم الان نگاه کن الان ببین اینجا رو چیکار کردی شما ببین بذار من عکس بگیرم آقا اگه اینجا بودی شما بابا سینا نمیذاره شما باید همه اینا رو بذاری تو چمن طبیعت اگه اینجا توالت چه چمن خوشگل زیبا آقا معذبه میومدی منو میکشیدی کنار حد کردی بله درست تو الان دیگه سفره بیای منظور بگی منو بس اون چی چی تال بود ناندرتال این دیگه کیه؟ قارنشین اون در نداره آخه این به هم یه قارنشین اینجا چه؟ حالا خب حالا گفتیم دیگه یه مستقل مرد رو جمع کن بریم بریم بچه مرده میخواستی تیکه تیکه کنی بچه بی تربیت باید تربیت شد برگی سویت جان کمتر زن شانه چون در چین و شکنش داره به من پاشانه جانا دلده ناز نفست داره لفانه چه صدایی داری؟ مجروح گردد
چوزنی هر دم شانه مجروح گرده چش ماهی و هر دم شانه جانم ماه ماه جارو کن ازت خود عکس بگیرم جارو کن دارد لانه مجروح گرده چوزنی هر دم شانه مجروح گرده دردت چو زنی هر دم شانه این چیه؟ فکل داره؟ این روبانه، فکل نیست آجیان دلم چیه این؟ این دلبر من اسم و شوستش دختر یا پسره؟ دلبره دیگه جان دل چیزه ببین اینو یه دقیقه میدی من اون امتحانش کنم اینو بگی شما مواظبش کن شش جان ببینم وای 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 نقره جان طلا عزیز به به قشنگ بزن خوبه؟ نرم بگی کشیم آفری راست میگی؟ آفری صداشو گوش کن صدای جارو تو به 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 نازش کن زمینو آفرین آفرین با کمتر بعد بزنیم جریمه همون میکنن راست میگی جانم آیان. چه صدایی داره خیلی خوبه زمین سطل خال نیست دست شما این سسش خوبه این خوبه آره آقا شریف بیا نو بیا بفرمایید خیلی زحمت این همون پیتزا مخصوصی که گفتی برای سفارش دادم به 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 خب نه برای شما خدین قضیه این بخورو خب خیلی زحمت تاش کن از این سیب زمینی هم بخور خوشمزه است آقا دستتون درد نکنه خیلی آقا شریف ما اگه این لباس شما رو این کلاه و کاپشن شلوار تو با این جارو ببخشین با این دلبرت یه دو سه چهار روزی بخوایم قرض بگیریم میشه؟ دلبره که حرفشو نزن برای فیلم برداری میخوایم؟ نه میخوام چیز کنم بگیرم دستم اینو یه سه چهار شب اینو من کار کنم حال کنم اینو دوست دارم تقدیم کنم ولی مسئولیت داره نمیتونم این کار رو بکنم به تمام اخراجم نمیشه ببخشید. نه 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 چه عفی بابا. عشق این لباس نارنجی و این دلبر تو ما رو کشت. شما باید دلبر خودتو داشته باشید. آقا ما کلن بخوایم از این لباس شما داشته باشیم باید چیکار کنیم؟ این همین داشته باشیم با جاروش با دل... این دلبر شما. بعد بیاین استخدام بشیم بعد تست اعتیاد بدیم خب سوی پیشینه بگیریم ببریم شهرداری استخدام بشیم بله هیچ اصلا یعنی سپور بشم نمیخوای بشم چرا به خدا از خدا من بشه عاشق میدونم سپور بشم پس این مدارف رو بیاردی من کمکتون میکنم بیاریم بریم با هم جارو کنیم خیابونا رو با هم دیگه خیلی خوبی آقا شریف از اینم بخوریم خیلی خوشمزه است بخور نه جان من بخور خواهش میکنم مرگ مادرت بخور قسمت دادم تو رو خدا بخور آقا شریف مرگ مادرت وای دروغ بگی کلاهت میشه ببینم چه شکلیه نوکرتم آقا شریف باشه عینکت هم به ما نه عینکت رو نمیخوام ولش کن سو اگه میشه اینم یه دقیقه اگه میشه اینم وا کن لباستو در بیار مرگ مادرت آقا شریف یه دقیقه اینو درش بیار غذاتو بده یه دقیقه اینا رو بذار اینو بده ببینم اندازه من میشه یه دقیقه بکن مادر بکن یه دقیقه بلند شو شلوار تو نمی... زیر شلوار چیزی داری؟ عالی شو عالی خب الان میریم شهرداری چیه؟ دلبر رو بمیدی؟ چشم من معذرت بخوام ببخش معذرت بخوام خب حالا دیگه میشه اینو خوردش حالا دیگه سلام دکتر روحانی رئیس بفهمید سلام دکتر روحانی آقا این وضعی طبقه پایین آقا شماره 5 کار دیوان بفهمید
جناب دکتر من بفهمید. حامد آقوان هستم. سلام آقا. خوش وقتم. سلام آقا. آقای دکتر یکی از اقوام خوب ماست. اومده رفتگر بشه. با سواد هست. حال شما خوبه؟ رفتگر. سابقه کارم داری؟ عکاس مطبوعات و روزنامه بودم. هنوزم عکاسی میکنم. عکاس، روزنامه نگار، سوپور. ما رو سر کار گوشت. نه به خدا توضیح بده آقای دکتر که. آره که من دوست دارم این نفر رو دارم بهش میزنم. پسر خوبیه، قبول کن. میخواد بشه. جوون نکن اومد یه گزارش ما تو چه کلی کار دست من بدی. اختیار دارین آقا نه. ببین راستش بگو، خوشی زل زیر دلت. میخوای تفریح کنی؟ این کار ساده ای نیست و خیلی مسئولیت داره. آره میدونم. تو سرما، گرما، برف، بارون، گرد و خاک همش باید کار کنی. من آقای دکتر مثلا من یه چیز به شما توضیح بدم. من بچگی اصلا این سوپورا رو می‌دیدم یه حالی می‌شدم. اصلا می‌خواستم از اول اصلا سوپور بشم. یه سوپوری داشتیم سر کوچه‌م اونایی فش‌فش می‌کرد، شبا تمیز می‌کرد، آواز می‌خوند. من عاشق این شده بودم. بعد این جارو رو که می‌بینم دلم می‌خواد این ترور رو بگیرم. شت 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 از این کثافت این شهر رو من تمیز کنم، این بلکه این روح من پاک شه. بعد این شبا این جوای تمیز آب زلال توی سکوت شب یک زمزمه ای یکی از این سیگار کوچیکا بگیرم آدم دود کنه. باباشم خسته میشیم دیگه. سیگار شب صدای آب تو جو. آقا یه کاری کنم ما استخدام شد. ببین باید گواهی عدم اعتیاد بیاری. آقا دارم آوردیم. ببینم بفهم عدم سوی پیشینه چی؟ تو همون کاغذ اون پشتیه عدم سوی پیشینه است. من به تو شک دارم. تو باید گواهی سلامت روانی بیاری. اینم لیسانسیه عکاسی از دانشگاه تهران با معدل 19. لیسانس. بله. متوجه شد؟ بله بله حتما؟ بله بله خیر درسته اینجوری؟ آه درسته بله آماده شدی؟ بله درسته بگی تونتر تونتر با اینه بزرگتر؟ گرد چی شد؟ قبوله؟ سپور بود؟ تابسه؟ اگه کارهای دیگه هم میخواین به من بگین، مثلا سینخیز میخواین برم یا طناب برم بالا بپرم بالا درخت و اینا. اینا رو وقتی رفتی تو خونت انجام بده. خواهر معلم تموم شد. تموم شد؟ خب ببینم ای بیسی درسته باری کلام. خب یکیشو که جا گذاشتی؟ الان خوندیش؟ تویی تویی آخه بری. سلام 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 بح بح سلام علی شما خسته هستیم مریض میشینا چقدر... بح بح چه بویی. آره چی درست کردیم؟ واقعا برش عاشقش یه خورده مریضت برش برش درست کرد. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم نوشی جانتون. پس با اجازت من دیگه میرم. نه دیگه نه 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 بابا یه غذای خیلی خیلی خوشمزه هم توی فر درست کردن. ببینم چی خبر رو یکی این خونه مثل این که این چقدر خیلی خوشی خیلی قشنگی خانم چیه؟ بعد از این عکس بگیرم. عکس بگیرم که این اینجوری نمیشه. عکس عکس این عالیه. اینا چرا چیزه؟ ببخشید کم نمه. نه 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 کشین نکشین. اینا ظرف لکوپیس داری چرا؟ ها؟ ظرف رو بزنم. چشت ضعیف شده معلوم نیست چی کار داری میکنی؟ ظرف کثیف که لک و پیس داره آدم مریض میشه. اصلا قضا بهش نمیچسبه مگه نه خانوم؟ اجازه بدیم من خوش کنم. شما تو زحمت افتادیم خب نبایی بد شد بزن. خواهش میکنم باور کنید من دیگه یک ذره هم تحمل بی‌نظمی و کثافت و آشغال ندارم.
این کتاب فنگشوی شما داغون کرد. داغون. دلم میخواد این روحم و روانم رو پاک کنم، تمیز کنم. به خدا من دیگه خیلی کسیف شدم. کاملا با تو موافقم. من اصلا باید مدام در حال آشغال زدایی باشم. هم از خونمون، هم از زندگیمون، هم اصلا از فکرمون، از شهرمون، از همه چی. آخ جان گفتیم به خدا درد من همینه. چطوره؟ میخوای بری بالا ماسکه؟ استخدام شدم، دارم میرم سر کار. دوستان همگی سلام. 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 چه کردم؟ سلام. خیلی بهت میاد. سلام. آقا سلام. همکار جدیدم. آقا سلام علیکم. سلام سلام سلام. آقا رو داشته باشین آقا. نمی‌دونیم چی به چیه. الان میان اینا آقا شریف. آره. الان ماشین میاد میریم با هم. نه همش دوستای منه. بله بله دوست. سلام. سلام سلام. شما خوبی؟ من حامدم. حامد. همکارای جدیدمونه. همه صف تشکیل بدین. تونتر تونتر صف ببندین. گفتم صف تشکیل بدین. بفرمایید قربان. ببخشید 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 معذرت دارم. چرا اینقدر کثیف اینجا؟ این چیه؟ این کرمن چیه؟ این چرا اینقدر کثیفن؟ کرمند تو کو؟ هایده تو سلام. دست کشت کو آقا؟ هستش اینو. دستت کن. آقا چرا اینا انقدر کثیفن؟ همه چی درست میشه انشالله. مگه شما نمیدونید لباساتون کثیف شد؟ چپ بدین بشورن. اونا که مجانی براتون میشورن. آقا دستو بده بنا سر کارتون. خب همه حاضر و قبراق؟ بله. وسایل کامل؟ بله. خب آقایون چند دسته میشن؟ سه دسته میشن. تو کوچه های شرقی. تو اینو باید با تجربه بفرست. بله. تو و تو کوچه های غربی. بقیه شما هم اون کوچه تهی. یه وجب زمین رو هم جا نمیذاریم. همه آماده این؟ بله. شروع کنین هر کس. ماشین دارم خودم، با ماشین خودم میرم. شما بریم. من دارم تحضیح میکنم. آیدکتر! این یارو دیگه کیه؟ شنیدم خیلی باسواده. آره لیسانسی هست. دوست داره شهر رو تمیز کنه. دیوونه شده؟ مگه منم شده دیوونه این پسر؟ آخه به دک و پوزش نمیخوره. سمن بویان قبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چی بود؟ قرار از دل چو بستیزند بستانند، به فتراک جفا دلها چو برفندند برفندند، ز زلف عنبرین جانها چو بخشالند بخشالند، به عمری یک نفر. عمری یک نفر. حامد یک نفر. آقای آبا سلام. چه تصادفی. بیا بگمت خانم طباطبایی. شما کجا؟ اینجا کجا؟ به عمری یک نفس. بیا بگمت. بیا خانم طباطبایی. به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برخیزن. دقیقه چه برای دیستی سمن بویانه.
نهال شوق در دلها چو برخیزند بنشانند. آقای آقا اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کن، شما اینجا ما بچه های روزنامه کل سالاتون رو میگیرم. من کجا؟ این لباسه چیه؟ 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 میبینی؟ من سپور شدم. نه سپور شدم علکی میگی؟ نه بابا علکی چی داره میگه؟ زندگی که همش فیلمه، حالا ما شوخی میکنیم، نمیدونم. آره شاید نه، حالا شما بگی، ولی سپور شدم. و این منم، نارنجی پوش لیسانسیه بینوا. آقای آبا که زمین را برای گام های سنگین و بیتفاوت شما پاک میکنم. بیا خانم بیا، اینو گوش کن، مرگ منو گوش کن، گوش کن، گوش کن، گوش کن، گوش کن. آقای آبا باورم نمیشه واقعا سپور شدی؟ یعنی واقعا استخدام شدی؟ البته کلی تست دادم، علکی که نیست که. من دیگه دو شغل دارم، این همه من الان نخند، من الان دو تا شغل دارم، یکی عکاسی میکنم از این کثافت ها و آشغال ها، یکی پاک میکنم روح و روان و ذهن و جسم و جون و قلب. آقا من اینجا 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 جارو بکش، پاک کن روح روان تو، جارو بکش، تمیز کن، پاک 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 کن. وای آقای آقا چه سوژه ای میشه، مرسی. جاشو مثل اون بکن، چون وقتی که توی فانوس شمع میذاریم وقت نور از این پشت میزنه خیلی قشنگ میشه. باشه ببینم. چرا نه، خیلی قشنگ تا میکنی، عالی. فقط اولی این چرا قشنگ، اول چقدر ظریف بود. راست میگی، مثل همین تا کنیم. خیلی نه اساس و اصلا نه آخه این کار. ببینم تو چیکار کردی شام. ببینم عاشقتم که به شغل رسمی دومت میبالی. سلام آش نخوری. اینجا رو، اینجا رو، اینجا رو، تیترا رو، عکسا رو. واقعا این کار کردی؟ بله خانم، همش تقصیر شماست. جارو میکشم تا روح و روانم رو تطهیر کنم. جارو شما شبیه جارو هریپاتره. اینه دیگه، اینه. خانم طباطبایی ما رو معروف کردی. آه اینجا رو جواب منو ببین، هزار و خورده ای سایت فقط خبر تو رو نوشتن. ببین چه خبر، چش نخوریش. این حساب کن. ببینم اونو چی نوشته اونجا؟ شغل رسمی دوم خود دونه دونه سنسیلا سه دونه چش نخوری شد، بکر که چشم هست، بکر که چشم هست. اینجوری، اینجوری، ببین اینجوری، اینجوری، اینجوری جارو بکش، جارو بکش، جارو بکش، جارو بکش. من یک سری چیزا رو نمیپسندم، یک سری چیزا رو مثل آسخالا واسه مردم عادیه، ولی به نظر من خیلی غیر عادیه. انگار سوسکا توی پارتی هم چه چیزایی که تو آشغال قاطی هم. پدر و پسر از این تصویر شاکی هم. من نمیفهمم مردم باکی هم. شاید عاشق آشغال زایی هم. بس جارو بکش. ببین باورت میشه بچهش هم آورده جارو بکش؟ دروغ میگی؟ آخ این بنبسته که. برین آقا برمیگردیم. نکنه خیابون اشتباه اومدیم. رد شدیم همین بود، دم در عقب. من یه سری چیزی نمیپسندم، یه سری چیزا رو. اینا کیان دور ما رو را احاده؟ سلام 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 آفرین آقای آقا، آفرین خوبی یاد ما کردی؟ مصاحبه باهاتون بکنم میرم. دستون درد نکنه، کلی ما معروف شدیم. آقا شهاب چی شد که کار بابا رو ادامه دادی؟ خب طبیعیه، هر پسری شغل پدرش ادامه میده. ببینم شما چقدر گنده است، اندازه کلت نیست، خیلی بزرگتره. شما میدونین این چیه؟ این چیه؟ خستگی ناپذیر دو. آفرین. اوه خستگی ناپذیر یکیه. خسته ایرا بزیگو معلومه بابا من یه سری چیزا رو نمیپسندم، یه سری چیزا رو آشکالا واسه مردم عادی هم، ولی به نظر من خیلی غیر عادی هم. انگار سوسکایی که توی پاکی هم، چه چیزایی که توی آشکالا قاطی هم. جاروکشی خانوادگی، هم تفریح هم تزکیه رو. پدر و پسر نارنجی پوش در کوچه های شهر،
نارنجی پوش کوچک شهاب آبان به پدرش پیوست. شنگم نکن یک گل ده گل لا 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 سجل نکن اه؟ نمیداری همون نمیترسی؟ بچه هر کاری میکنم هم بکنیم تمام شد؟ کاده کاده من کاده من کاده من کاده بندی کاده دوست داشتنی من با کنم هر وقت گفتم بذار اینش رو درست کنم باز کن وای تو تلقه که بازه ایه بچه زنگ میزنم اله شم توی باز کنه عزیزم یه مامانه تم قربونت برم مامان بابا بگو کی اومده مامان ماما اومده سلام ماما شهاب این چه قیافه باز درست کردی عزیزم اگه بدونی اینقدر خدا خدا کردم که فقط به موقع برسم واسه تولد تو تولدت مبارک عزیزم چقدر بزرگ شدی بیا بیا کادوهاتو بگی ببین برات یک خروار کادو آوردم همش بچه سلام سلام آیپد میکروسکوپ سلام خانم یهو چه بیخبر سلام ایشون شما سلام خانم خانم نتن ایشون نه خیلی ایشون خانم نوایی هست من معلم شهاب هستم بله خوشبخت چون شهاب جون یه سه چهار ماهی هم غیبت داشت تو نزدیک امتحانا صد درسش عقب بودی ایشون تشریف میارن به درسش میرسن خیلی ممنون چقدر اینجا عوض شده خیلی تر و تمیز و شیک و به 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 چطوری تو؟ خوبم تو چطوری؟ میبینم که همتون با هم خوب جا افتادین خانم نوایی تو فنگ شوی مهارت دارم فنگ شوی آره فنگ شوی میگه که چجوری خونه اصلا تزیین کنی انرژی توش باشه انرژی مثبت همه عکسای ما رو برداشتین عوض کردن حالا قراره یه لازانیا که با فنگ شوی درست شده رو بدم به ما بخوریم توش هم پر چیه چی همون دقیقاً چی چی یعنی چی چی یعنی یه چیز مثبت انرژی مثبت تو فنگ شوی خیلی ممنون معلومه که کارت خیلی خوبه دیگه بالاخره زحمت اینجا همه گردن ایشون بوده دیگه خب چطوری خوبم بی خبر اومدی بعد خبر میدادن حالا مامان تو رو شده نه تولد بچه‌مه خب خوش اومدی علی
هم داری این روزنامه رو؟ این چیه؟ چیه؟ این چه بازی از خودت در آوردی حامد؟ مسخره شو در آوردی؟ نمیدونی چه جوری داری با آبروی همه بازی میکنی؟ یه روز نیست یه عمه، یه خاله، یه پسر عمه من زن نزنه به یکی نهال جون شوهر دیوونه شده؟ کار نبوده رفته سفوری؟ بچه بیچاره منو چرا بخواد کشید جارو بکشه؟ ای خدا، ای خدا، ای خدا، برای این میخواستی برگردی به تهرون که بیا نارنجی پوش بشی؟ آخه چی تو کله ای تو حامد؟ چرا من اینجوری زور زدی؟ چرا من اینجوری زور زدی؟ اینجوری میخواستی از بچه‌مون مراقبت کنی؟ با جارو کشی؟ حالا شما اینقدر از جارو کشی بد نگو. جارو کشی خیلی هم کیف داره. خیلی ها این ورزش میمونه ببین. مسخره‌ای. اصلا شما چرا اینقدر برخورده؟ ها؟ ما واسه تو چه اهمیتی داریم؟ هیچی. بی خودی نه اینجا صدا تو بالا نکن. تو که به همه هدفات رسیدی. دانشکده، استاد، ریاضیات، یورو، دلار، حقوق چی میگی؟ چی میخوای ما؟ با ما چی کار داری؟ برگرد همون سرزمین یخزده خودت. اونجا. میرم. مطمئن باش که میرم. بمونم اینجا مثل تو دیوونه های دیگه اسکیزوفرن بشم. من تو دست خالی نمیرم. پسرم به خودم میبرم. مگه عروس جنازه مرکی کور خوندی؟ میبینی خیلی خوبه. چشه عالیه. بچه من مرد نارنجی پوش با فرزندش خوشبخت و عالی در تهران مسئول نظافت شهر شده. میبینی این بهترین شرایطی است که در تهران به وجود اومده. مرد نارنجی پوش زندگی تولدت مبارک. کجا بمون دیگه؟ من 24 ساعت تو راه بودم فقط خواستم بودم به موقع رسم میشه تو میام فردا صبح بسیار بسیار فرصت ما اگه داریم میریم. آره میرم همینجا بخواب. نمیره مامان جونم حالش خوش نیست. قرونه خیلی ممنون مرسی میام فردا میخورم برم هم بزنی کنم. موضوع خودتون باشیم خوش بگذاری. خداحافظ بچه ها. شب بخیر. خدا در واقع تو چیدمانش خواستم یه جوری این فانکشوی رعایت بشه. آره خیلی خوب شده. فقط کاش که یه سری پوستای رنگی و بندو و اینجور چیزا هم قاطیش میشد که از این سیاست بدی در بیاد. سلام. 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 سلام بابا. گل داشتی یا؟ اونو خودم خیلی دوست دارم. نگاه کنم. مایا سلام علیکم. آره خانم خیلی خوب شد. عالیه. دست درد نکنه. واقعا متشکرم ازت. عالیه. عالیه. ببین سینگ سلیقه تمام ماشاءالله. ببین چه بروشوری. به به چه معلمی. به آقا جور سلام. سلام. خیلی تبریک. سلام. آقای مهمون آمدید. عزیز دلی. قربونت برم. خیلی سخن عزیز. قربونت. خیلی تبریک. سلام مربی. آشغالتون حرف نداره. باشه. البته اینا من بعد جارو زدم. اکسیدنتم جارو زدم. سلام. هی. اسمش دراسین است. مواظبش باش. دراسین. سلام آقای آباد. سلام. باشه. بله خواهش می‌کنم. خیلی قشنگه. اجازه بدین. سلام آقای آباد. با 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 اول ببخشید ما دست خالی اومدیم. اختیار دارید. اصلا خواهش اجازه بدین این دسته گل تقدیم به شما خانم طباطبایی. مرسی ما بعد به شما گل تقدیم می‌کردیم. می‌خوام چیزی بهتون بگم. من این قضیه فنشوی و این آشغالا و این کثافت و این احساس جذب مجنون خانم. اوه تا شما یه عکس دارید. شهاب بیا اینجا. شهاب چیزی خبری تهیه کنم از شما. بله خواهش می‌کنم. خب شما بگین راجع به کاراتون راضی بودین؟ به هر حال آشغال هستش دیگه. مثلا شما نگاه کنید می‌خواید چیکار کنید؟ یه ارتباطی هست دیگه. آشغال میشه تبدیل به زیبایی بشه. خب ما میتونیم مثلا اینجا بله عکس می‌خوام بگیرید. عکس دست جان. همه آقا دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم. اینکه شما دقیقاً بتونید ایشون رو متقاعد بکنید. شما مواظب باشید آرامش خودتون حفظ کنید. لبخند فراموش نشه. لبخند
لبخند لبخند لبخند زیاد 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 آره 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 بیشتر 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 مرسی باش میشل. خب آقای آبان از مخاطبتون برامون بگین. والا مخاطب عجیبه با از عکس آشغال ممکنه کسی کنه. آقای آبان اصلا بهترین مخاطبایی که تو دنیا ممکنه آقای آبان جانم ببخشید. سلام چه عجب سلام سلام علی شما خوش اومدید. شما خوش اومدید. وکیل من اگه وقت بدی لحظه باهم بفهم سمت راست. بفهم برام یه گپ بزنی. بفهم بهش حق بدین آقای آبان، یه مادر تنهاست و سرگردون، طبیعیه که در این مواقع آدم رو دنبال یه نفر میگردن باش مشاوره کنن. منم اون آدمم که قراره بهش کمک کنم، شما چرا یه ها عصبانی میشین؟ سعی کنیم با هم حرف بزنیم، اصلا ما برای همین اومده حرف زدیم اصولا با هم دیگه. مات یک دره عمیقی بین ماست، این شکاف پر نمیشه، هرچی هم بیشتر به هم نزدیک میشیم بیشتر فرو میریم. بله ولی فقط در این مورد شما دوتا نیستین که فرو میرید، نباید بزنین شهابم با شما فرو بره. آقا ما اصلا حرف همون نمیفهمیم، ما با دیالوگ نداریم، من مالی دنیای دیگه هم، اون مالی دنیای دیگه است. یه خورده شما آبم باید بخورید. سیکسی که هر وقت عصبی میشم من خودم رو تکون بدم روزی 10 میلیون من پول در میارم. نمیخوام بحثو چی پیش کنم، ما دوستش دارم، بهش افتخار میکنم، اصلا عاشقشم، حقشه، نابغه است، باهوشه، نمیتونم جلوشو بگیرم که. یه خورده آب بخور. منفی 30 درجه زیر صفر، از این ریش سیبیل من قندیل آویزون شده بود عین دکتر ژیواگو. لایتی که بله. بچه من تو اون ارتفاع مشکل تنفسی پیدا کرده بود. آخه واسه چی؟ چرا؟ آخه یه 2000 آفتاب، یه هوای گرم، این سرزمین گرم خودم. آخه کار من اینجاست، این زندگی من، این ریشه منه، من همینجا مخه. چی بگم والله؟ سلام علیکم. سلام. خیلی خوبه. حساب خیلی خوبه. مرسی، خیلی متشکرم. خیلی خوشحال شدم. تمیز برق می‌زنه. مرسی، خیلی ممنون. عجب. آفرین. سلام خانم. سلام خانم. سلام خانم. سلام. خیلی افتخار دارید. قربان شما، مخلصم. شما چطورید؟ قربان شما، خوبید؟ خیلی خوش اومدید. سلام عزیز دلم. خوبین شما؟ مخلص شما. همه چی خوبه؟ بچه‌ها خیلی دوستتون دارن. خب ما بچه‌ها رو می‌خوام. یه چند کلمه باهاشون صحبت کنید. آقا من که اهل سخنرانی. بفرمایید. وای 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 چه خبره؟ وای بچه‌ها من کاش هم سن سال شما بودم. دنیای شما خیلی قشنگ‌تره. دلتون عین طبیعت پاک و زلاله. خب شما از هر چی کثیفی و زشتی بیزار هستین؟ بله. عاشق تمیزی و نظافت و قشنگی هستین؟ بله. از این پوست پوست تخمه ها چه زیر پا تو کلاس نمیریزین که؟ بله. آدامس و پوست این چیپس و پفک چی؟ نه. میدونی چرا لباس من پوشیدم؟ نه. نمیدونی؟ به خاطر شما و آینده قشنگ شما اینطوری این دنیا رو تمیز کنیم با اجاره و شش. آقای وزیر افتاد. شهاب سلام ماما، میخوام نهار ببرم برج میلاد. برج میلاد واقعا سلام. شما کجا اینجا کجا؟ خب میخوام بریم نهار دیگه. خب من که نمیتونم بیام که. چرا؟ ساعت دو شیفت کاریم شروع میشه. کار تو روز و شب نداره مسکه. نداره دیگه. خب میشه من برم با ماما. خوشا بریم. خب.
نهار برات میگیرم میفرستم. ببین تو این ترافیک اینا دیوونه میرونن، مواظب باش دستاتو بشوری. منو باش. همونطور که میبینی اینجا بخش تفکیک زباله ها برای بازیافته. شرایط کاری خیلی سختیه، برای همین هفته یه بار داوطلبان میاریم اینجا کمک. آقا نگه دار، البته پاداش هم دار اینها. آقای مهندس شما مطمئنی که میخواییم پیاده شین؟ چطور؟ شرایط بیرون خیلی سخته. بله میخوام کمک کنم، میخوام باشم. بله 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 آنها رو بریم. آنها کانتر برو مانا، برو مانا، برو مانا، آقا بودو بیا دیگه. همونطور که میبینی این ماشین تفکیکه، دوباره های اینجا از هم جدا میشن، دوباره های کر میره و بقیه بطری ها و چیزهایی دیگه اونجا جدا میشن. متوجه هستی؟ بله. تانتا بری جلوتر، بری. آقا مهندس باشتی اونجا؟ تو باشتی اینجا؟ بله شما باشتی اینجا. تو اونجا؟ تو اونجا؟ آقا تو هم اینجا حواست به من باشه. برو اونجا، برو اونجا، برو اونجا، باشتا. یعنی آشکاره قاطیه، شما باید آشکاره را از هم جدا کنید. لنجونا یه طرف، شما تانوش باید میشید. پلاستیک یه طرف، همه چی یه طرف، قطی هم یه طرف. کجایی تو؟ لنجونا، چی شد؟ چی شد؟ مواظب باشید. آقا شریف، حکر میایی کمک؟ گفتم آقای مهندس درد تو این کار رو نمی کنه. به اصرار از ماشی پیاده کنید. دیدی ماما یه چند تا شیشه شکسته. من پرسیدم گفتن این تعادلش اختیاری شده. بابا میگیره داد کرده شیشه دیهامه حالا داده خیلی سرم. من کلی استفراغ کرده، بوی گنده یه آشغاله رفته تو دماغم، تو کل تنم پیچیده که کثافت. یه چیزی من دارم معجزه میکنم. اسمت بدم اینو. میگرن منو همین این نجات داد. ببین این قطره روزماریه. دستتو بیار. بیا. به شقیقات هم به ما. بو بکش به شقیقات هم به ما. آبی رو بکشه. اگه غذا هم بخوری الان خیلی خوبه. واسه غذا آوردم. میخوری؟ شب اونو بده. سر تو گرم کنم. درد تو از یادت بره. نگاه کن. خب ببین. اینو نگاه کن. اینا دعوتنامه های دانشگاه های مختلف بوده که واسه من اومده. مال شهرهای مختلف. همش؟ ملاحظه میکنی؟ بله. من هیچ کدوم رو قبول نکردم چون همه مرتفع بودن و الان من اینجا کار میکنم. ارتفاعش از همه جا کمتره و واسه شهاب ایدئاله. نگاه کنی این ساختمونه. ساختمون خوشگلیه چه؟ حالا بسا الان آفیس هم بهت نشون بدم. ببین اینا همکارا من. این آقا رو میبینی؟ کیه این؟ یه پروفسور ژاپنیه. فکر می‌کنی چند سالشه؟ چرا پیره؟ فکر می‌کنی چند سالشه؟ این یه محقق راجب ارتفاع زدگی. 104 سالشه. 104 سال یعنی بیشتر از یه قرن. حالا کسی رو معالجه کرده یا نه؟ خودش این مرض رو داشته و مشکلش رو حل کرده. ببین نگاه کن ریسرچاشو می‌بینی؟ دو تا هم کتاب داره. کلی پارتی بازی کردم و تونستم ازش وقت بگیرم واسه شهاب.
تازه میخواد آزمایش و تحقیقاتش رو بچه من انجام بده؟ آقای 104 ساله؟ مثل موشه آزمایش کنی. چه حرفیه میزنی؟ نمیم مرزه مثل همه مرزهای دیگه درمان داره دیگه، بس میخوام شب منظور من حالا بخواه حالا منظور چیه؟ منظورم اینه که همه پاشیم بریم اونجا با این شرایط عالی که پیش اومده و حقوق من که خیلی خوبه بریم. ها حقوق چقدره؟ حقوقم خیلی خوبه. حالا چقدر؟ ماهی 15000 یورو 13 ماه. بابا یعنی 20 میلیون. بیا شهاب ببین تو نابغه هستی. ما ببین مدرسه تو ببین نگاه کن چقدر سرسبزه. میبینی؟ نگاه کن از یک کامپوس دانشگاهی بزرگتره. میبینی؟ ببین چقدر سرسبزه. خب دیگه مشکل مدرسه شهاب که حل شد. تو هم که حقوق عالی داری و پس من چی؟ تو چی چی؟ تو هم کار میکنی؟ تو کجای پلن تو به من فکر شده؟ کوشم من کو؟ بابا بیا بریم اونجا. مامان که میگه هواش گرمه، کم ارتفاع هستش، با حقوق خوب مامان بریم دوره همونجا هستیم. آفرین. منم همینو میگم. نمیتونم. چرا نمیتونی؟ نمیتونم. چرا نمیتونی حامد؟ آخه بابا من اصلا با اینجا حال میکنم. اینو میفهمی؟ تازه استخدام شدم میخوام به کارم ادامه بدم. چیه؟ بچه جنوبم، 40 درجه گرمای بیابون، ریشه های من تو این زمینه. خودخواهی. چی شد زوار؟ خود چی کار کنم؟ تو ببین. برات مهم نیست. از چی عکس بگیرم؟ آشغال داره، جارو داره. از چی عکاسی کنم؟ از همه من عکس بگیر. چرا بهانه های واهی میاری؟ پس اون همه عکاسی که اونجا دارن چیکار میکنن؟ بیکارن چون آشغال نیست. تو چرا نموندی؟ نمیتونستی با اینترنت و اسکایپ و این کوفته زهرماریا کار توی جذب پیش ببری؟ چرا نموندی خودت؟ معلومه که نمیتونستم. صد بار به تو توضیح دادم و الان به عقل خودم نمیرسید؟ آره من کلابوریشن علمیه، من آی کانتکت نیاز دارم. نمیتونم بشنم تو اتاقم کمش با اینترنت باشم. اونجا ناساس؟ ها؟ که با حضور مستدام سرکار علیه اینقدر اونجا لازمه؟ کمتر از ناسا نیست. آرزوی خیلی از دانشمنداست که تو این دانشگاه کار کنه. مثل بی سواد حرف میزنی حامد، برات متاسفم. باز قهر کرد رفته نفری میخواستی دوره هم غذا بخوری پرد بابا اون رزماری رو نبر بیارش میخوامش اخره باشم نه دلاشم نه تاشم مثل یه کوه محکم نه این که کله پاشم 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 میخوام که ابر باشم از روی دریا پاشم برم رو دشت ببارم و فدا ببارم و فدا لازم خواستم خصوصی هستم. اصلا بفرمایید همینجا بیاید داخل خواستم داشتم چی شد این ماجرا چی شد؟ قرار بود دارم بشینید تفاهم آمی صلح آمیز حلش کنید جایی آمیز. نگرانی زیاد شما رو بیمورد میدونم جانم بکر اون زن من اینه بچه میخوام حل میشه این مشکل دیگه. خانومت اومده پیش من گفته برش دادخواست تنظیم کنم. متوجه؟ آقا عکس نگیر. هم طلاق میخواد. آقا عکس نگیر. آقا عکس نگیر. دارم میخوام هم بچه رو میخوام هم بچه رو میخوام. من گفتم قبل اینکه کار دادگستری بکشه و تو روال بیفته با هم بشینید حلش کنید. طلاق میخوام. اینم دادخواست. بخونش تو رو خدا. آقا دکتر یه لحظه. عدم صلاحیت در نگهداری بچه، عدم تعادل روانی، نفقه. من فقط ماهی 2-3 میلیون تومان برای این میفرستادم. شما چی میگی؟ شما اینو تنظیم کردی؟ آره؟ نکن آقا. شماره بیرون از اینجا. داد و بیداد نکن آقا. منو دستک جلوی دستاتو بگیر.
نکنم خودت بگو شما که روزم میری جارو کشی میکنی بچه‌ت هم با خودت بردی آ پس اومدی من تهدید بکنی شما استاد بهترین دانشگاه دنیا پی اچ دی داره دکترا داره پی اچ دی داشته باشه یعنی چی حالا کی صلاحیت داره ایشون دکتر ایشون مربی ایشون شورا هست شما چی آقا هست آقا نارنجی پوش با وکیل همسرش درگیر شد. آیا پدر پسر از هم جدا میکنن؟ دکتر نهال نهاوندی استاد ریاضیات. من نگران آینده فرزندم هستم. وکیل همسر نارنجی پوش. حامد آبان تعادل روحی ندارد. بفرمایید. دست گلتون. همینو میخواستی؟ دعوای نارنجی پوش با وکیل همسرش آیا نارنجی پوش رو از پسرش جدا میکند؟ نفهم دیگه اسم روزنامه نگار چی بود مال کدوم سایت بود؟ نکنه میخوا بری اونم بزنی؟ آره بچی؟ واقعا چه پرروه ها؟ همین وکیله رو با هزار بدبختی راضیش کردم شکایت نکنه به نزفت زندان انقدر به دست و پاش افتادن التماس کردم که بیا ببین همه تو چرا یهو بیخودی جوش میاره؟ مگه ندیدی چی نوشته تو دادخواستش؟ اصلا تو باورت میشه نهال همچیکاری با من بکنه؟ اصلا باورم نمیشه هنوزم باورم نمیشه تازه واسه من از این اختیاری احزاری ها چی هست از دادگاه خانواده اومده امروز اینا بله اختیاری اومد واسه تو دادگاه که چه میدونم من که نمیرم که عقل تو کلت نیست دیوونه شدی تو اگه نری تو دادگاه قاضی به نفع نهال رأی میده شما اگه تو دادگاه نباشی یعنی تمام اون اتهاماتی که تو دادخواسته درسته و شما قبول داری خنگول خوش برون کاغذ بعد بیارم تاریخش مون که احضاری قوه قضاییه مشخصات بله خیلی 14 فروردین 89 دست در نکن وقت رسیدگی ساعت 10 سلام علیکم بفهم خانم نهاوندی بفهمید شما وکیلشون هستید آقای عظیمی بفهمید در خدمت آقای حامد آبان سلام آقای نارنجی پوش بفهمید خواهش میکنم بفهمید خب آقای آبان اولین ادعای این خانم اینه که شما بچه‌تون رو استثمار میکنید این چه حرفیه جناب قاضی جواب چی دارید دادی بچه من با اون ذوق و شوق کودکانه ازم خواسته بود که منو ببر پیش همکارا بعد این لباس نارنجی‌ها و اینا رو خوشش اومد بعد به من گفتش که برای من جارو میگیری منم مثل تو تمیز کنم زمینو خب من باباشم به من رفته حالا این جرمه دزدی بردمش مگر جناب قاضی ملاحظه کنی این مطبوعات چه تبلیغاتی سر این بچه که داره جارو کشی میکنه راه انداختن چه جالبه نارنجی پوش لیسانسه پسرش رو هم جارو کش کرده آقای وکیل این که چندان مسئله مهمی نیستش که ایشون واسه افزایش محبوبیت و شهرت خودش بچه منو که هنوز 18 سالش هم نیست ازش سوء استفاده کرده برده توی خیابون و داره جارو میکشه این از نظر شما چندان مهم نیست چطوری مثلا واقعا سر در نمیارم از این خانم آقای آبان تا اونجا که من میشناسم یه شخصیت محبوبیه و معروفیه و نیازی هم نداره که بچه شما سوء استفاده کنه من بارها آقای آبان رو تو تلویزیون تو رسانه‌ها دیدم من اولین باری که بچه شما رو تو روزنامه میبینم فکر نمی‌کنم نیاز به استثمار ایشون داشته باشه به قول وکیل شما. خب ولی نتیجه‌اش چیه؟ آیا این اتفاق افتاده یا نه؟ حالا به هر قصد و نیتی. جناب قاضی بچه‌ی منه، این بچه‌ی منم هست. اصلا این چه طرز حرفی؟ بگذاریم. می‌ریم مسئله دوم ادعای آقای وکیل که ادعا کرده بودن که آقای آبان تعادل روحی نداره. ادعای شما مدرک شما چیه برای این اساس این ادعاتون؟ آقای قاضی من شاهد دارم ایشون به من حمله کرده.
منو مورد ضرب و جرح قرار داده. من فقط به خاطر حفظ آبروی موکلم از ایشون شکایتی کیفری نکردم. در ضمن ایشون با داشتن مدرک لیسانس و تجربه و هنر عکاسی روزا میره سوپوری میکنه. این غیر طبیعی نیست. من از محضر این دادگاه تقاضا دارم که ایشون رو برای معاینات روحی روانی به پزشک قانونی معرفی کنم. آخه 24 ساعته ایشون تو خیابوناست داره جارو میزنه. این پسر رسیدگی احتیاج داره، مادر میخواد. این پسر مادرش همون موقعی هم که ما با هم زندگی میکردیم درش توی حساب، کتاب، فرمول، هندسه و ریاضی بود. همون موقعش هم من شهاب رو خوش میکردم. خود ایشون هم عین شهاب بود. من این دوتا رو گنده کردم، به ایشون رسیدگی کردم. شما فنگشوی لازم داری؟ شما به من میگی عدم تعادل روانی؟ آقا این حرف توه؟ تهمت نزنی، این حرف توه؟ آره؟ تو خجالت میکشی این میگی؟ تو منو تر خوش کردی. اگه میتونستی میگفتی شعبان تو زایدی. تو که اصلا کم نمیاری از رو و هر چی که دلت میخواد بگی. اینو بدون، اینو بدون حامد. کار من کنه عوض کردن نیست. کار من خیلی مهمتر از اونه. مگه مادری به کنه عوض کردنه؟ من به بچه‌م عشق دادم، محبت دادم. چرا تو فقط فکر میکنی؟ چرا تو مدعی عشق بچه‌ت؟ الان کم و کسرش چیه؟ معلم داره به درسش رسیده. تو ایرانی تو زندگی. تو اینو بچه‌ کار کردی، مدیر خیابون. اصلا به اینجا و اونجا چیکار داری؟ کو مادری تو که با خودخواهی گذاشتی مادری کانال بیور بگی این خونه به این قشنگی از هم پاشیدی که همیشه جای خالی تو هست. آقای وکیل با وکیل یه بچه کوچیک تو میدونی اگه تو هر کشوری دیگه بودی جز اگر من پزشک قانونی سر به من بشه اون وقت تو چی میگی؟ اون وقت تو چی میگی؟ من به بچه‌م زندگی دادم. الان تو اومدی تو خونه ما حالش خوب بود، اما تو اومدی اصلیت ایجاد کردی. این کارو نکن. تو میدونی برنده این ماجرا هستی، باید برگردی. تو خرابش کردی، تو خرابش کردی. چرا این کارو کردی؟ اون بچه عشق منه. آقای وکیل، با موکلتون آروم کنید. شما دارید از رفتگر رو جالب داری میکنید. از ایشون که نارنجی پوش عکسش رو مجله اینا همه دوست رفیقاش هستن برای تبلیغات. شما از من تاثیر قرار دادم. این بچه مال منه، سهم منه. تو هم نمیتونی هیچ کاری بکنی. آقا نمیخوام بچه‌مو بفرستم راه دور. سلام، خوبی؟ بیا تو. شما خوبی؟ من سریع خودمو رسوندم. خوب کاری کردی؟ شهاب خوبه؟ آره همه خوبه. چیزی شده؟ اتفاق افتاده؟ نه هیچی نشده، من خواستم با تو حرف بزنم. بشین. چیزی میخوره ازت بیارم؟ نه مرسی. آقای آبان خوبه؟ آره نمیدونم چقدر حالا در جریان زندگی ما حتما هستی مدت. من اومدم اینجا که همه چیزو سر و سامون بدم و سعی کنم که همون با هم برگردیم بریم اونجا. که نشد. دادگاه دیروزم میدونین که من باختم. شهابم نمیتونم با خودم ببرم. فکر کردم که شهاب به تو علاقه داره، تو هم بهش علاقه داری، بعد خیلی زندگیش بهتر شده، حامدم حالش خیلی بهتره و سلیقه و اینات هم خوبه، آشپزیت هم خوبه. گفتم که شهاب بسپرم دست تو، مراقب زندگی من باشی. شما دارین اشتباه میکنی، من فقط معلم سرخونه شهابم، منم برای یه مدت کوتاه. آره اتفاقا چون تو این دوره کوتاه خیلی تونستی مؤثر باشی، فکر کردم که خیلی انتخاب مناسبیه. حامدم مثلا برای همینه که فکر میکنم نمیاد با من. شما رو چه حسابی داری همچین فکری میکنی؟ رو چه حسابی باید این فکر رو نکنم؟ شما رو چه حسابی منی تو زندگی من؟ هان چجوری به خود اجازه دادی که وسایل من رو جا به جا کنی؟ مگه این خونه مال شماست؟ این خونه مال شماست؟ چه نسبتی با این خونه داری؟ نسبت شما با این خونه چیه؟ مگه صاحب این خونه مرده؟ شما که اینقدر احترام میذارید به اشیا، به آدم ها احترام نمیذارین؟ چای، کوفت، زهر مار از اینجا بره باید بیا تو اتاق خواب من؟ به وسایل من حمله کنه؟ تو چه علمی داری؟ فنگشوی، فنگشوی به تو این اجازه رو میده خودتو طلب ول بدی تو زندگی زن دیگه؟ مگه من مرده بودم تو این خونه؟ مگه این خونه بیسه ها بوده بود که تو بیای اینجا هر کار دلت میخواد بکنی؟ تو هیچ احترامی به آدم ها نداری؟ اون وقت احترام به شی داری؟ چی این چیزی که تو داری میگی؟ اینجوری احترام میذاری به روح آدمیزاد؟ فکر میکنی من این چیزا رو بلد نیستم؟ فکر میکنی که من اینا رو نمیدونم؟ اینا همش بهونه است، اینا همش کلکه. به چه اجازه ای میخوای بیای توی زندگی من؟ به چه اجازه ای میری تو آشپزخونه من؟ به چه اجازه ای وسایل منو جابجا میکنی؟ تو حق نداری
بچه من از من بگیری. بچه من مال منه، من بهش زندگی دادم. من نمیخواستم زندگی شما رو به هم بزنم. شما اصلا منو نمیشناسین، منم مشکلات خودم رو دارم. نمیتونم حرفای تو رو باور کنم، نمیتونم حرفای تو رو باور کنم. من قبلا ازدواج کردم، میدونم که به درد ازدواج نمیخورم. من تازه دارم تنهاییمو کشف میکنم، اصلا تو این خطا نیستم. من اومده بودم اینجا با شباب خدافظی کنم، فردا میخوام برگردم شهرستان پیش مادرم. شباب دیگه از درساش جلو افتاده، به من احتیاج نداره، اون به شما احتیاج داره. هیچ زن دیگه ای تو زندگی شهاب جای مادرش رو براش نمیگیره. چرا پیشش نمیمونی؟ میدونین چقدر از شما برای من حرف زده؟ چقدر به شما افتخار میکنه که مادرش نابغه ریاضیاته؟ هر شب خواب شهابو میبینم، خواب خیابونای تهران رو میبینم، خواب زندگی رو میبینم. چرا نمیمونی؟ نمیتونم. آخه چرا؟ ببخشید من تو خیلی اذیت کردم بازم. چرا پیشش نمیمونی؟ چه مشکلی داری؟ کار دارم، نمیتونم، تعهد دارم. آقا، آقا این خیابون، ببخشید خیابون جمشیدی چجوری برم؟ بله، خیلی ممنون. این خودشه. سلام. سلام، چطوری؟ تو بهتری؟ تبریک میگم به. واسه چی؟ دادگاه رو بردی؟ چه حرفا میزنی تو؟ کاش تو رو برده بودم. منو میخوای چیکار؟ فعلا که عاشق این جارو شدی. میدونستم الان به این جارو گیر میدی. بدونم ببینم واقعا این چی داره؟ بکن تو رو خدا ببینم چی داره این که عاشقش شدی؟ چقدرم سخته. نه اینجوری نه. واسه بهت یاد بدم، واسه آروم باش. ببین بس هفته بگه اینجا، بس هفته بگه اینجا، بگه اینجا چیز کن، انگار که میخوای باش برخصی. آره، زمین نوازش کن، جارو بزن، جارو بزن، قشنگ. چه حس خوبی داره. آره ببینی به آدم آرامش میده. خیلی بده، بده دیگه، بده دیگه. قاعدتی خواهشی کنم حامد، من باید یه هفته دیگه برگردم به شهرم، قصر یخی به تنهایی. میشه دو سه روز شهاب بدونم برمش شما رو یا کیش؟ خیلی کم میارمش، خیلی کمش دارم. باشه عیب نداره، برین سفر، برین آمالش این دیگه با هم دیگه خلق کنین، آفتاب بگیرین، کیف کنین، چرا که نه. آره معلومه. ممنونم. خوشحال شدی؟ بذار جایزه هم بدم، جارو زدی؟ ممنونم. بیا این جایزه، این چند تا جارویی که زدی. ممنونم. Thank you.
کار میکنی دو ساعت؟ سلام. سلام. بده من. بده من. چند روزم شده باید. بده من. آقا اینو قربونت. خیلی موضوع خودتون باشین آقا. دیگه زنگ بزن اینو این حرفا. خب؟ باشه بابا. اگه ماما که نمیخواد کوره ما بریم. دیرمون میشه. حالا جان. چی میگی اصلا؟ خیلی اولین بار من 3-4 روز میخوام از شهاب جدا شم. نمیدونی شهابی این حال عجیبی. بس من چی بگم؟ ولش کن حامد، بسه. حالا یه خودم میفهمی که من چه حالی دارم. باستا باستا بیا بیا اول مامانش ما چون حضیر بودن بچه دیگه یا تو نرزن بزنیم. واسه چی بلند شدی از جات حامد؟ چم آقا بابا یه ذره راه برم. بیا 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 این قرصت بیا بخور. قبل میگنت هم که قرص نخور. بیا بابا الان بالا میارم دیوونه زرم داری. نه نه بالا نمیاری. بیا به خاطر نه نمیشونه بابا. بیا حامد جان بیا لج نکن. بیا بیا نابم بخور نابم بخور. آفرین یه تکیه بده یکم سرتو برات ماساژ بدم آروم شی. دست به سرم نزن بابا. بیا آروم دست نزن دست نزن یواش شروع کن. تکیه بده دارم 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 آها اوکی آیه شمشیر از این ور شریر هم زدن این از این ور دیگه اش خدا نکن خدا نکن آروم باش آروم باش آیه شقصر تکون نده آروم آروم تکون تکون نده آروم حقم داری آخه بابا تو این مدت اینقدر بلا ملا سرت اومد دادگاه و بزن بزن و وکیل و نهال و نکن دیگه شب کجاست مدرسه است؟ خب مادرش فرستادمش رفتن یه دو سه روزی سفر سفر؟ کجا؟ همین صبح زود راهیشون کردن کجا؟ بوله زنگ بزن ببین اینا رسیدن نه رسیدن چشم کیش؟ آره کیش؟ آره آره تو هم اجازه دادی برن؟ آیا پسر و مادرش میخوان دو سه روز با هم باشن چی شد؟ بعد اجازه ندادن معلومه دیگه عزیزم اگه خواستن تا آخر عمرشون با هم باشن چی حامد جان؟ من سرم درد میکنه چی میخوا بگی؟ چی میگی تو؟ کیش بندر اصلا چرا پشت سر من اینقدر حرف میزنی؟ حامد جان کیش بندر آزاده میگم نکنه یه وقت رفته باشن تو بابا $1000 بدن قاچاقچی با قایق میبردشون دبی راحت میتونن از اونجا هر جا میخوام برن من تخم بدبینی تو کلمه نکن من سرم داره میچه که مریا جان بفهم عزیزم من نمیخوام بدبینی تو سرت بکارم میگم اون مادره غریزه مادری هم خود میدونی کوه ها جا به جا میکنه اگه بخواد نگهش داره تو چه کار میتونی بکنی؟ میگم نکنه یه وقت این وکیل جلب چیز یادش داده باشه وکیل آره آره پاسپورت و ایناشو چک کردی بابا دیدی؟ سر من درد گرفته اینجوری پاسپورت شناسنامه پاسپورت پاسپورت سرم یواش بهتر میشه بابا نه حالو بگیر بابا نه حالو بگیر بگیرش خب اینجا پاسپورت خودمه چه شناسنامه من برده برده نیست مدرک که بده نه حال خاموش وکیل بی صاحبش رو چی خواب خواب وکیل بی صاحبش رو بگیر بیا به ژاپنی 104 ساله نیست نیست حامد اینم میگه در اسرس نیست مرده وای 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 تو اتاق خودش جا نمیذارم نیست باید تو اتاق دفتر باشه آروم بگیر همینجا ستن نیستش خالیه خالیه خاک بستره خاک بستره من که دادم بچه همو برد خب هم دفت سکتا میکنی نیستش نیستش وای مداره که بزش کشم برده خاک بستره شاو
دیگه لازم نیست بیشتر از این سفارش کنم، خودتون آقای آبان رو دیگه همه میشناسن. خانم احمدی هر یک روب علائم حیاتیشون رو چک کنید به من گزارش بدید، هر ساعتی که شد به من گزارش بدید اگه مشکلی داشت. رب شده انشالله. آیا همسر نارنجی پوش بعد از شکست در دادگاه پسرش رو به طور پنهانی از کشور خارج کرده؟ نهال نهاوندی، کسی که سخت‌ترین مسائل ریاضی را حل کرد، پسرش را ربود. نارنجی پوش راهی بیمارستان شد، پسر نارنجی پوش را ربودن و پدر به بیمارستان منتقل شد. بله بله، اتاق 205. بله، البته راضی به زحمت شما نیستیم قربان. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. شهر ریختی به هم، همه میخوام بیان ملاقاتت. آه این حرفا چی هستم بابا، برو من اینجا چی کار میکنم؟ من اصلا من باشه برم دنبال شهاب. ای وای چی شد؟ سر آخ چه آی سر سلام سلام ما چطوره؟ دکتر همین الان داشت شیک میکرد، میخواست پاشه. بله داشت. من شما خوبه. سلام. تعبوی استفاقی سرگیجه ای چیزی نداشتی که؟ نه علی اصلا کلون من اینجا نمیتونم پاشم، سرم تیر میکشه. ببین اونجوری که شما سرتو به در و دیوار کوبیدی اینا که طبیعیه، یه 3-4 هفته هم سردرد رو داری، ولی خب خدا رو شکر من سی تی اسکنتون رو دیدم، مشکل خاصی نداشته. از اون چیزی که میترسیدیم خونریزی مغزی خبری نبود خدا رو شکر، ولی یه دو سه روزی هم اینجا مهمون ما باشید خیال ما راحت تر هستش. خواهش میکنم. خب ایشون دکتر فقط یه چیزی، ایشون فکر میکنم فراموشی گرفتن، چون میگه من نمیدونم برای چی آوردی منو بیمارستان. عرض کردم خدمتتون این فراموشی موقت هستش. کاش دائم بود. خدا نکنه آقای آقا. کاش همه چی یادم بره. کاش دائم بود. آقای دکتر شما پسر منو شهاب منو تو روزنامه ها عکسش دیدین؟ بله من قبلا هم دیدم. لباس نارنجی و اینا. همه دیگه اینجا شما رو می‌شناسن. ارادت داریم خدمتتون. شهاب من. آخه. هواداران نگران نارنجی پوش در بیمارستان. شهردار به عیادت نارنجی پوش رفت. ما خیلی خوشحالیم که شما اینجا تشریف دارین. چجوری با خبر شدید؟ من چند تا مقاله و عکس از آقای حامد آبان دیدم. عکس و مقاله های منه. شما؟ من تنها طباطبایی هستم. خانم طباطبایی. بله بله بهتون تبریک میگم، مقاله بسیار جالبه. خیلی ممنون. آقای شهر شما برنامه‌تون برای آینده برای حمایت از افراد مثل حامد آبان چیه؟ من فکر کنم باید راه حامد رو ادامه بدیم. ما باید به شهروندامون یاد بدیم که در حفظ تمیزی شهر با آقایون همکاری کنن، یعنی ما هیچ فرقی با آقایون نداریم. قربان بفرمایید اینجا. ما هر گوشه شهر ظرف آشغال گذاشتیم که مردم آشغالشون رو زمین نگیرن. و باید همه همکاری کنیم و دست به دست هم بدیم و شهر رو مثل خونه خودمون تمیز نگه داریم. حامد آبان یه الگوه. مرسی. سلام. سلام. خوش آمد. نامه حامد آبان. چه اتفاق عجیبی. آشغال سلام. زحمت کشیدین. واقعا خجالت هم دادین. آقای مربی. یادتونه من چقدر تند دویدم اما الان اینجا افتادم. سلام خانم طباطبایی، شما خوبین؟ خدا بد داده دیگه، میبینی که چطوری قربون قدمتون. خیلی خجالت دادین. اختیار دارین حرفا چیه؟ خیلی هم خوشحالم که اینجا هستم. ببینم حالت چطوره؟ خوبم. شنیدم که زدی سرتو شکستی ها؟ نه قلبم شکسته، قلبم، این قلبم، بچه‌مو بردن خانم طباطبایی. ای بابا هر کاری هستن، خیلی ناراحتم. آقای دکتر حالش چطوره؟ من عرض کنم خدمتتون اقدامات تشخیصی که انجام دادیم نشون داده که خطر جدی ایشونو تهدید نمی‌کنن، ان شاءالله یکی دو روز آینده هم قابل ترخیص هست. خب الحمدلله خدا رو شکر. ان شاءالله که نیست دیگه. شب شهر واقعا از این لحظه غنیمت. من یه آرزویی دارم از اول بچگیم، الان اصلا لازم می‌دونم فوراً اینو مطرح کنم. من از اول بچگیم دوست داشتم این مردم با این مامورای محترم و زحمتکش شهرداری بسیج بشن، این شهر رو تمیزش کنن، برسن بهش، چه می‌دونم رودخونه ها رو، ساحل و دشت و بیابون و کوه و دامنه و اینجایی که ما بریم پیکنیک میشینیم. این همه آشغال آخه چیکار میکنه؟ یکی از دوستای خارجی من خانم طباطبایی اومده بود، عاشق ایران بود، بعد من اینو بردم کنار دریا که چای با هم بخوریم. اینول آشغال، پوست خربزه، پوست هندونه، زباله، کثافت، اصلا یه چای با من نخور. همش میگفت اوه مای گاد هاو درتی. آقای آقا بیرون میشین، همه دارن شما رو صدا میکنن. بسم الله.
کیه؟ کیه؟ چه خبره؟ چرا شلوغش کردی؟ این که سر مورو گنده است. بله. خودشون روش کرده. اونم بله. ولی فقط یه آرزو داره که شماها میتونین برآوردهش کنین. میخواد که یه روز همگی بسیج بشین جاده هامون، کنار رودخونه هامونو، کنار ساحل دریاهامونو هامونو مثل یه دسته گل تمیز کنیم و قول بدین که از این به بعد همیشه همه جا رو تمیز نگه داریم. شما ای شهاب، شهاب بابا جانت خوبه، قربونت برم بابا. کجا؟ گفتم نمیخوایم سفر کره ماه بریم، سه چهار روز برمیگردیم. بابا تو این سه چهار روز چه زنگ نزدیم به من آخه بابا. وای اولین پرواز اومدیم. قربونت برم بابا. بابا نه حال کشتی منو، کشتی منو مردم یا برگشتی یا دارم خواب میبینم؟ من که برفی قربونتون برم آخه بابا، من بدون شما مردم. بیداری حامد. متشکرم خدای متشکرم، از تو متشکرم، از تو متشکرم.